ولی هیچ چیز پیش نرفت. بنابراین قطعنامه چهارمین دور تحریم های ملل متحد نشانه لبریز شدن صبر ماست. به دنبال تصویب چهارمین دور قطعنامه تحریم رژیم آخوندی توسط شورای امنیت ملل متحد، نمایندگان اعضای دائمی شورای امنیت طی یک کنفرانس مطبوعاتی بر ضرورت اجرای این قطعنامه تاکید کردند. سفیر آمریکا در ملل متحد به خبرگزاری آلمان گفت تحریم ها برنامه اتمی رژیم ایران را هدف قرار دادند. سوزان رایس افزود تحریم ها سخت و هدفمند هستند و رژیم ایران را همواره به انزوای فزاینده می کشانند. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد افزود رژیم ایران همه فرصت ها را یکی پس از دیگری از دست داد. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد نیز گفت تحریم های جدید علیه رژیم ایران اقدامی لازم و ضروری بود. باو دونگ سفیر چین در شورای امنیت ملل متحد نیز تصویب قطعنامه تحریم ها را امری لازم دانست و گفت از تمامی کشورهای عضو جامعه جهانی درخواست می کنیم به طور دقیق این قطعنامه را اجرا کنند. به این خطاب به رژیم تهران گفت به درخواست های بین المللی درباره برنامه اتمیش پاسخ دهد. رئیس کمیته سیاست خارجی کنگره آمریکا اعلام کرد کنگره آمریکا تا پایان ماه ژوئن تحریم های یک جانبه ای را علیه رژیم ایران به تصویب خواهد رساند. هوارد برمن رئیس کمیته سیاست خارجی از حزب دموکرات تصویب قطعنامه توسط شورای امنیت ملل متحد را یک پیروزی مهم دیپلماتیک دانست و اظهار داشت کنگره آمریکا با تصویب تحریم های یک جانبه نقش خود برای متوقف کردن برنامه اتمی رژیم ایران را ایفا خواهد کرد. از سوی دیگر جان مکین از اعضای ارشد سنای آمریکا تصویب قطعنامه شورای امنیت ملل متحد علیه رژیم آخوندی را نقطه اشتراک حداقل جامعه جهانی توصیف کرد و گفت نیاز است که تحریم های سختری علیه رژیم تهران اعمال شود. سناتور مکین از رئیس جمهور آمریکا خواست تا از مردم ایران حمایت کند و به آنها نشان دهد که صدای اعتراضشان را شنیده است. سناتور جان کری رئیس کمیته خارجی سنای آمریکا نیز پشتیبانی پیشبینی کرد بعد از تصویب قطعنامه چهارمین دور تحریم ها برخی از کشورهای جهان تحریم های جداگانه علیه رژیم ایران اعمال کنند.